درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا می‌کنم. امروز روز سه‌شنبه است و باید قاعدتاً 17 از ماه آوریل باشد، اپریل. در روزهای سه‌شنبه مدت معمولاً 10 دقیقه این برنامه دیر شروع می‌شوند. باید با آقای شجره صحبت کنم، این نوعی اثر نیست. اگه برنامه 8:30 اعلام میشه ما با همتون میگه نمیشه 10 دقیقه دیر، من معنیش نمی‌فهم. اگر تبلیغاتی هست بعد از برنامه واسه بشه، نه اینکه ما بنشینم اینجا تا 10 دقیقه منتظر که برنامه شروع بشه، همه تا منتظر که برنامه شروع بشه. اینا میسر نیست که در این جای دنیا چنین چیزی نیست. آقا 8:30 دیگه، 8:30 که 8 دقیقه نیست. بگذارید، هر می شود که حالا دوستان میگن شما همه چیز روی ایر میگی. خب من چاره ندارم که روی ایر بگم، این با پنهانی نداریم چیزی. باری اجازه بفرمایید که طبق معمول یک غزل ناب از حافظ بخوانم. چرا ما خدمت شما مرتب حافظ رو خوانیم؟ به جهت اینکه حافظ در اعلی علیین تفکر انسانی سیر می‌کند، به دور از مویز و جوز روزمره و گرفتاری های ما آدم های تنگ نظر. در واقع دیوان حافظ یکی از درخشان‌ترین جلوه های هویت ملی ایرانیان است. بالاترین نوع اخلاق و گفتار و شیوه تفکر انسانی در حافظ است که متجلی است و همه ما رو در واقع به هم نزدیک میکند. بیرون از همین تنگ نظری که اشاره کردم، ساقی بیار باده که ماه سیام رفت، در ده قده که موسم ناموس و نام رفت، وقت عزیز رفت یا تا قضا کنیم، عمری که بی حضور صراحی و جام رفت، مستم کنون چنان که ندانم ز بی خودی، در عرصه خیال که آمد کدام رفت، بر بوی اون که جرعه جامت ما رسد، در مستبه دعای تو هر صبح و شام رفت، دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید، تا بویی از نسیم میش در مشام رفت، زاهد غرور داشت سلامت نبود راه، رند از ره نیاز به دار و سلام رفت، نقد دلی که بود مرا صرف باده شد، قلب سیاه بود از آن در حرام رفت، در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود، میده که عمر در سر سودای خام رفت، دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیاف، گم گشته ای که باده نابش به کام رفت. غزلای بی نظیر حافظ همواره این نقد تنگ نظری و نقد دین همواره در غزلهاش هست. خب اجازه بدید به دو مطلب اشاره بکنم. به یکی این که میامدم فکر میکردم که مرگ عادلانه ترین حادثه در حیات جامعه انسانی مرگه، حتی تولدم عادلانه نیست، به جهت اینکه دو بچه متولد میشن، یکی در یک منزل اونچنانی است، پدر و مادر قوی حال، نمیدونم خدمتکاران، در واقع میشه بعد گفت آیندهش رو هم ساخته میشه به واسطه وضعیت خانواده. یکی کودکی هم فقیر در یک خانواده دچار اضطراب و پریشان حالی، بنابراین تولد چیز عادلانه نیست. این مرگ هست که الحمدلله بعد من یه چیز عادلانه هست در زمین که مرگ هست، همه مثل هم میمیره. از خمینی بگیری رو مرحوم هیتلر رو هر بشود که بقیه و بزرگان نمیدونم فلسفه و بزرگان علم و معرفت و انسانهای خوب و بد و همه یه جور میمیره. از همه برمیگرده به مادر ارث، مادر زمین. حالا اون عرض کنم که یکی از این سفیدپوستان در سنا گفت آقا شما سفیدپوستان اومدین سر زمین آدمکشی میکنین، همین زمین مال منه. آقا همه مال زمینن، زمین مال کسی نیست. حالا علت این که مطرح کردم، یکی از دوستان بسیار بسیار عزیز ما آقای قاضی‌رونی با خانمشون فلورا مادرشون از دست دادن، من خدمتشون تسلیت میگم. مرگ مادر همواره دردناک‌ترین پدیده هاست. این محبت مادری یک چیزی نیست که طبقه بشه توصیف کرد، شرح داد به زبان آورد. و تسلیت میگم خدمتشون، همچنین به دوست گرامی و خردمند به همسخن ما آقای مهدی قاضی‌رونی که همواره عرض کنم که با ما بودن و من به دوستشون واقعا افتخار میکنم.
یک مطلب دیگر این که هر سه وقت که 29 همه این ماه که آخرین یک شنبه باشد، آقای سالکی من گفتم 29 هم. در همین المپیک کالکشن هستیم، فکر کنم این بار در باب هنر فردوسی در بیان سخن اساسا ویژگی های کتاب چه بوده است که این همه توجهات جهانیون رو به خود جلب کرده. یک مرد دهقان بزرگوار از خراسان، از ده پاز یا باج عرض کنم که چگونه بنیاد کرده این کتاب رو که هنوز هست سبب حیرت عرض میکنم که ادبا و فضلای جهان هست. امشب میخوام از دوست قدیم با شما صحبت کنم. خیلی دوست قدیم و قشنگی داریم. فاشیسم که این حکومت های ایرانی البته فاشیستی بودن، دین اسلام عزیز هم فاشیستی بوده. این دوست قدیم ماست. ما فاشیسم زدگان هستیم در ایران زمین خاورمیانه. ما فاشیسم زدگان هستیم. بدونی که بدانیم آقا مثلا وقتی میگیم تعلیمات عاریه به چه معنی است؟ اصولا فاشیسم چه چیزی است؟ بعد از طی روزگار موسولینی، دوچه و هیتلر تحقیقات در باب فاشیسم اینها ادامه پیدا کرد. من امشب میخوام خدمت شما در باب این قضیه صحبت کنم، چون 80 سال است که حکومت فاشیستی در ایران، حالا فاشیسمشون اونقدر غلیظ نبوده، به صورت هر پدیده رنگ فرهنگ قومی رو هم به خودش میگیره، کما اینکه اسلام ایران با اسلام نمیدونم افغانستان یا هندوستان با هم خیلی فرق دارد، اسلام ایران با عربستان خیلی فرق میکنه. اینا که این فاشیسم هم یه فاشیسم همچین خوبی بوده، ملایم و خوب در مملکت خودمان وجود داشته. یعنی شما وقتی که نشانه هاش رو ببینید، ببینید حداقل 80% ویژگی های فاشیست در این دو تا حکومت گذشته بوده. از عرض کنم که همون اوایل قرن 20 سالهای 1920-25 تا به امروز، غیر از یه چند سالی که حکومت مردمی بوده و مجلس بوده است و نمایندگان، بقیه قربان قدشان فاشیست بوده، بدون که ما هرگز جرأت کنیم بگیم آقایون فاشیست. و بعد به یاد دارم دو هفته که شاید اشتباه کنم، اندکی بعد از این حکومت آخوندی حسهای جوادی نوشت صدای پای فاشیست، اون مقالش هنوز هست و درست تشخیص داده بود. حالا این هموطنان طرفدار استقلال سابق اسم حاجی جوادی رو نمیشه دارم، مرد روشنبینی بود، مرد ملی و دانای است آقای حاجی جوادی. و هر صورت پنداری که انقلاب حاجی جوادی آورد، آقا یه قلم زنی بود بیچاره، یه قلم داشت یک مقاله که حکومت نمیتونه سرنگون کنه، عیب و عوارای رژیم رو بررسی کرد و گفت مسی که بر نان دولتی هم نمیخورد. از اونجا که ما میدونم بعدم که این رژیم آمد به مردم هشدار داد، بعدش هم پنهان شد، بعدش هم با چه مصیبتی خودش و خانمش گریختن از ایران و در فرانسه. عرض میکنم من شنیدم که فوشای رکیک هم بعضی دوستان به حاجی جوادی میدن. باری خب اجازه بدید این فاشیست، چون ما این جنگ جهانی دوم رو بررسی میکنیم، خب هر کاری واسه یک دلیلی داشته باشه. حالا به چه دلیل ما بریم سراغ هیتلر و اصحابش و جنگ جهانی دوم؟ اولا که لحاظ تاریخی مهمترین داستان بشر این داستان جنگ جهانی دوم است. دیگر اینکه ما فاشیست زده هستیم، حداقل اینا رو بشناسیم. من میخوام خدمت شما عرض کنم که نترسیم، ما مردمان داخل اگر در تنگستان زندگی میکنیم، اگر در پارسابال آذربایجان زندگی میکنیم، از این لغات خارجی نترسیم. اینها بدون چه خارجی هستن که مواردش در اونجا اتفاق افتاده. بنابراین لغات بیشتر اینا هم یونانی هستن در واقع واژگانی مثل اولیگارشی، دموکراسی، مونارکی، اینا همه یونانی هستن، همونطور هم باقی مونده. حالا اندک تغییر شکلی از یونانی به انگلیسی، لاتین انگلیسی جدید، این هستی وحشت نکنیم. وقتی میگویم سکولاریسم نترسیم که آقا یه چیز کفرگونه ایست، حالا کفار گفتن، نه، یه پدیده مثل هلیکوپتر، مثل تلگراف، اینا هم چون در اروپا اختراع شده، با عربیات اروپایی در واقع توضیح داده میشود، این هم لغات خارجی است، نترسیم. میگویم که مثلا فرض بکنیم که این بیدین هستن، این سکولارها، سکولار یعنی خدا نباشد اینا. آقا چیکار به کار خدا داریم؟ حالا ما انقدر مهم نیستیم که فکر خدا هم بکنیم. انقدر مشکل ما داریم که آخرینش این است که به خود فکر منم نیست، این حرف من نیست، حرف مونتسکیو است. ببخشید. اون دانشمند بزرگ چینی میپرسیدن ازش که کنفوسیوس. آقا راجع به خدا، آقا این گندگویی ها اینجا نکنین. خدا تو کی هست؟ خدا رو بشناسی.
ما انقدر مشکلات داریم، پروفسور میدونی ادیان چینی و هندی راجع به خدا صحبتی ندارن، فقط ما هستیم که وام تا شام سرمون به آسمون، ای خدا یه کاری بکنی آخونده رو. اینا مهملات، این سخنان باطله، اینا رو باید ریخت دور. آدم ها هستن، آدم ها هستن که کارها رو انجام میدهن، آدم ها هستن که اجازه میدهن که جنایتکاران بر اون حکومت کنن، و آدم ها هستن که بر نمیتابن. اگه این مردم آمریکا هم که عرض میکنم که مدرش ساکن هستیم، هر کجا فرار میکنه به اینجا خودش رو میرساند، اینا نشستن گفتن آقای اصلا عقل حکم نمیکنه چهار تا انگلیسی تو دریای شمال به ما حکومت کنه. تفنگ اینا هم عرض میکنم که خم شده بودن برای بردگی نوکری، هنوز انگلیس اینجا بودن. این است که منتظر خدا نشیم برای ما کاری انجام بده. دیده نشده خدا برای کسی کاری انجام بده، میسر نیست خدا برای کسی انجام بده. ما قد مهم نیستیم که خدا به ما توجه شخصی بکنه، قرض حسن از حسین بگیره. اینا تمام سردرگمی و بیچارگی است واقعا، اینا بدبختی و گمراهی است واقعا. هر شبت که باری هر شبت که بگردیم سر موضوع فاشیست، فاشیست نترسیم، فاشیست حکومتی است داره یک ویژگی ها اسم مثل همین حکومت آخوندی که 97-8% ویژگی های فاشیست میگه در اروپا تعریف شده و هیتلر بوده و موسولینی بوده و از میگه در روم سابقه داشته و اینها در این حکومت پربرکت ما هست. حالا من ویژگی هاش رو یه آقای به نام دکتر لارنس بریت آمد و چه کرد؟ چندین حکومت فاشیستی رو مطالعه کرد، از هیتلر بگیرید تا موسولینی و از حکومتی که در اسپانیا بود و جاهای دیگه، ساوت امریکا، آمریکای جنوبی هم حکومت فاشیستی بسیار داشت. اینها بعد ویژگی های فاشیست رو بررسی کرده. منم اینجا ایشون 14 ویژگی بر فاشیست دیده که البته همه کار فاشیست نیست، این ویژگی های مشترک فاشیست. بعد من یک تاریخچه از این فاشیست خدمت شما عرض میکنم. اینجا در خدمتتون بپردازیم به این داستان. خیلی خوب، اولین ویژگی فاشیست در این حکومت که ایشون بررسی کرده، اولش ناسیونالیسم، ملیگرایی افراطی. هر جا میرید پرچم، هر جا میرید عرض میکنم که این شعارهای ملی و این هاست. و هر سبت که چنین بوده، شما در ایتالیا نگاه کنید، در آلمان ایتالیا در واقع زیر همین داستان ملیگرایی و ناسیونالیسم اینا، یا در اسپانیا اینها و در اینا بودن در لاتین آمریکا. یه روشن فکری، اینا اصلا معنی ندارن. صحبتایی که میکنیم بسیار چیزها هست که ما رو به هم نزدیک میکنه. نیاز نیست ما ایجاد، یعنی از موضع نفی یا انکار قومی یا ملتی یا نمیدونم مردمی خاص که مثل ما نیستن حرکت کنیم تا فکر کنیم که ما آدمای خوبی هستیم یا شجاع هستیم. اینا خطاست. بله، عرض میشود که و صحبت از این موسیقی های اون چنانی کرده و عرض میکنم در شأن اون مملکت و اون ملت و سوابقش، و عرض میکنم اینها سمبول های مختلف، آهنگ های مختلف، اینها ریشه دارد. حالا من ریشه شم خدمتون بعد از این 14 تا رو توضیح دادم، ریشه فکری شم خدمتون عرض میکنم فاشیسم از کجا آمد. بله، یکی از ویژگی های فاشیسم این است که حقوق بشر رو بر نمیتابه. اساساً رژیم‌های فاشیستی مثل رژیم آخوندها، رژیم گذشته و رژیم هیتلری و سایر رژیم‌ها، اینها قضیه حقوق بشر رو مطلق قبول ندارن. آخوندها زیر سایه این که ما حقوق بشر اسلامی داریم، همه حقوق انسانی مردم ایران رو پایمال کرد. بنابراین اولین، یکی از دومین ویژگیش این هست که به هیچ وجه من الوجود عرض می‌کنم که حقوق بشر رو بر نمیتابه و همواره یک دشمن خیالی هم اختراع میکنه. دشمن خیالی، حالا یه زمانی میگفتن روسا قراره با ما حمله کنن، یا این توده یا قراره مملکت رو بگیرن، ایران ایرانستان کنن، بنابراین زندان ها رو زیاد کنیم. ببینیم بابا، هر کسی هم کوچکترین حرفی زد، این آقای ثابتی و دم و دستگاش
میگرفتن میبردن با چوب و چماق و کتک و اتوی داغ و اون چیزایی که ایشون بهتر میدونه و راستش هم نمیگه میزدن که چی امنیت ملی در خطر، اینا میخوان ایران ایرانستان کنن. آقا این چه داستانی، مردم زندگیشونه بکنن. آقا امروز هم به همین وجه است، یعنی شما ببینید تعداد آدم هایی که در خوزستان، در کردستان و در جاهای دیگه بلوچستان، اینا گرفتن به روی که اینا جدایی طلب هستن و سرکوب کردن یا اعدام کردن یا میکنن بسیاره. همواره فاشیست سعی میکنه دشمن خیالی اختراع کنه، مردم رو بترسونه، نیروی پلیس رو قوی بکنه. اینجا هم آورده. بله خب میگویند که و بعد مردم رو عادت میدن این نیروی فاشیستی indoctrinated یعنی شستشوی مغزی، یعنی اونقدر تعلیمات فاشیست و رئیس کل، چون یکی از ویژگی‌های دیگرش اینه که یک رئیسی داره، یک رهبر داره اونجا که همه در واقع آلمانی‌ها به هم می‌رسیدن یک اینجوری می‌کردن، یه هایل هیتلری می‌گفتن، از فوزلا بگیرید تا ارتشی‌ها اینها. یک دانشمند بزرگ داریم در آلمان که پدر فیزیک جدید هست، به نام آقای ماکس پلانک. بعد در همون جشن بازگشایی تشکیلات فیزیک در آلمان که قیصر ویلهلم بود، بعد به اسم خود ماکس پلانک شد، این میباستی دستش بیاره بالا یه هایل هیتلری بگه، نمی آورد بالا بیچاره، هر کار میکنی دستش بالا نمی اومد. این از موارد مشهورشه. بنابراین در واقع رهبر مرکز رژیم فاشیستی یک دیکتاتور داره که همه میگن این رهبر ما رو به سرمنزل مقصود میرساند. حالا این آقا قراره که نمیدونم ما رو به کجا برسونه، اینا میخوان ما رو به بهش برسونن. هرچند بگیم ما بهش نمیخوایم، آقا نمیخوایم ما بهش، با دستبند و پالهنگ و زنجیر و پس گردنی میخوان ما رو ببرن بهش. آقا بهش برای شما، ما نمیخوایم بهش. نه شما نمیدونی، حضرت رهبر ما رو در رهبری میکنه به بهشت. عرض میکنم که نایب امام زمان هست دیگه. بله بنابراین حقوق بشر هیچ چیزی ندارد و زیر سایه امنیت ملی و دشمن اختراعی، شکنجه حتما جزء لاینفک تشکیلات فاشیستی است. در آلمان هیتلری چنین بود در واقع. حالا عرض میکنم که اصلا اساس پیدایش چگونه بود، در عکس العمل با دموکراسی بود و سوسیالیست بود و کمونیست بود اینها. بنابراین شکنجه هم جز لاینفکش است، چون امنیت ملی در خطر. شما نگاه کنید آخوندها این بچه‌ها رو میگیرن، وبلاگ نویس و اینا، به جرم امنیت ملی. در حالی که امنیت ملت رو، امنیت حقیقی ملت رو که مردم همه در منازلشون میترسن، در گذرگاه ها میترسن با هم صحبت کنن، میترسن در نمیدونم یک جای بنشینن با هم آزادانه گپ بزنن، که این امنیت حقیقی اون هست و دیگری امنیت اقتصادی اونها هست و امنیت جانی و مالی هست، همه رو علی خامنه‌ای از مردم گرفته. بعد یک وبلاگ نویسو مینویسه میگه میگیرم این امنیت ملی رو به خطر انداخته، نمیدونم چی، 20 سال زندان. اینها ویژگی های عرض میکنم فاشیسم هست. پس یک رهبر داره، تشکیلات نظامی داره، تشکیلات جاسوسی داره، حقوق بشر رو قبول نداره، در شکنجه هست، زندان هست، عرض میکنم که، و دشمن خیالی اختراع میکنه، شروع میکنه مردم رو از اون ترسوندن. هیتلر مردم از چه میترسان؟ از سوسیالیستا، کمونیستا، یهودیا. میگم اینا آلمان خراب کردن، شکست جنگ اول برگردن، اینا بیچاره کاری نبودن، یهودیا کاری نبودن در موضوع جنگ دوم، شکست آلمان و اینها. و شروع کرد، یکی از ویژگی های دیگرش هم که میخواد ملت خالص تولید بکنه، مثل همین آخوندا که مملکت رو آرام آرام شیعه خالص دارن میکنن. هرچه مسیحی بود در مملکت ما و یهودی بود و زرتشتی بود، رفته رفته فرار کردن. اینها جستجوگر خالص کردن، حتی به تا جایی رفتن که یک مسجدی رو من شنیدم، یه آرشیتکت ارمنی که بسیار ساختمان‌های زیبا در ایران هست، کتاب قطوری از خدمات ارامنه به ایران، این رو خراب کردن. چند نفر ایتالیایی آوردن این کعبه رو درست کنه، این مکعب بیریخت رو آمدن نامه درست کردن که اینا مسلمان شدن.
اینا برای مثلا 3 ساعت و نیم یا یه روز مسلمان شدن که برن دست بزنن این اونجا چهار تا چوب بی ارزه بیریختون توش. فکر می‌کنید چه خبره که آدم نجس دست نزنه؟ چون میدونی که در اسلام عزیز و تعلیمات عالیه‌اش هر کس از بیرای اسلام بیرونه نجسه. ما میگیم تعلیمات عالیه. ما یه عالی خانم میشناختیم، این خانم خیلی خوبی بود، فوت شد. عالیه. خب اجازه فرمایید که ببینیم واگه وارتان در دسترس هست یک موزیک هم انتخاب کنه برای ما پخش کنن تا ما برایم برگردیم. تا چند دقیقه دفعه کنم موزیک آماده کرد. خب کم کم کار به کیسه گدایی هم میرسه. حالا اگر آرام چارت سازی آخونده باشن، این چه افتضاح آبروریزی بود؟ این چه قصه ایست آقا؟ این چه موزیکی؟ حیف این چارگاه که زباختن برای این داستان. مایه آبروریزی ملت این چیز چوپانی تنش کرده کلیجه. ما در ده ما میگفتن کلیجه، کلیجه یعنی چیز تنگ، منزل تنگ هم میگن لاش لغمان یکی کلیجه تنگ. شعر مولانا رو که اشتباه میخوند که یاد میداد به مولانا. دستکت مالم ببوسم پایکت، نه پای تو بابا جان. وقت خواب آید، وقت خواب آید بروبم جایکت. حالا از این همه ابیات زیبایی شپش رو نمیشد نیارین با این قیافه نزار و با این قیافه موقع مسخره و این صدای شنانی و من نیده بودم این وارتان گذاشت. واقعا مایه آبروریزی. کیسه گدایی هم به دستش و اینا، یعنی من چوپان هستم و چوپان مولانا. بابا آبرو حیثیتی داره این مولانا، مفهومی داره در پایانش، آقا داستانی داره. این بهترین کار، یکی از بهترین کارهای ادبیات فارسی است، همین داستانه مصطفی شبان. قیافه رو دیدین اون چوپانش و تشکیلاتش و مایه آبروریزی، اینا کی درست میکنه اینا رو؟ ببینید همه چیز به هم ریخته دیگه. با این صدایی که پیداست هیچ تعلیمی نداشته. من عذر میخوام، ولی کسی بعدش میاد بیاد، من اینجا حرف خودم میزنم. اصلا این صدا برای این کار نیست. کی چوپان از این چیزا دستش میگیره؟ اگه تو میخوای هیبت چوپانی برای خود درست بکنی، بابا جان هیبت چوپان نیست، فقط این کوریجاشو پیدا کردی و شعراش رو خراب میکنی. دستکت بوسم بمالم پایکت، نه اینکه دستکت بوسم بمالم پای تو وقت خواب خارجی. داره یاد میدم به مولانا چگونه شعر بگه. هیچی در هیچی نیست دیگه، واقعا هیچ معیاری نیست. آقا بلبشو مملکت گفت چراغ خاموش آسیا میگرده برای خودش، نه استادی، نه سیستمی، نه وزارت فرهنگی، نه چهار تا استاد که آقا یکی برن یاد بگیرن یه چیزی، یه مدیریتی در موسیقی، یه چیزی. چند نفر استادم که بودن اینا خوننشین شدن، حالا ریختن تو که این مای آبرو مملکت رو ببرن با این قیافه و با این کوریجه و کاسه گدایی و اپرا درست کردن برای ما. اول برو آقا این شعرها رو یاد بگی، پدر بیا مرز خدا رحمت کنه اجداد شما رو، برو این شعرها رو یاد بگی، خراب نکن آقا، این یه کار بزرگی است. مثنوی همینجوری نیست، پالختی دویدن در این معنیشو بفهمی، پیش استاد ادبیات بری بیا آقای نورمن یاد بده، این کتاب آیا صحیحه؟ صحیح نیست، من میخوام قراره برم این لباس گدایی رو تنم کنم اونجا، آبرو مملکت رو ببرم، لاغت رو شعرش درست بخونم. کف هم میزنن مردم، چیکار بکنه وقتی هیچی نیست؟ برای اینو باید کف زد دیگه، چیکار باید کرد؟ کمدی جیزس کرایست. خیلی خوب، اجازه بدید رد شیم از این داستان، از این حرفا زیاد هست. خب همیشه یک دشمن یه اسکیپ گوت از کجا آمده؟ در یهود قدیم، دنیای قدیم یهود، اینا می اومدن در سال در یک روز یه بز بدبختی رو می آوردن. این بز بیچاره رو می آوردن، می گفتن هر کسی گناه کرده گردن این بز، مال بز رو می خواهیم بفرستیم تو بیابان. یه چوب می زدن بیچاره بز فرار می کرد. این اسکیپ گوت همه گناهان و حقبازها و کلاهبردارها و جنایتکارا می شد. این ترمینولوژی وارد سیاست شده، اسکیپ گوت، یعنی گناهان رو به جهت گردن عده سوار کردن، همون جوری که هیتلر گردن یهودی ها سوار می کرد.
روزگار گذشته گردن عرض میکنن ملیون سوار میکردن و چپ آخون رو میدون میدادن. آخون چیز خوبی است. به 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 آخون اسکیپ گوت بودن، یعنی چپ ایران برای کشتار دستگاه و شکنجه هاش و اون کارهای جهنمی که میکرد. یه آقای دروغ زنش هم نشسته اینجا، یه مش کارخانه دروغ شده آخر عمری به عوضی که حقایق امور رو بگه استغفاری بکنه از ملت، نشسته با گردن کلفتی اونجا نشسته، از ملت هم طلبکاره، اسکیپ گوت. هر سیستم فاشیستی و اسکیپ گوت داره. امروز هم در ایران انواع اسکیپ گوت ها هست، انواعش هست ها. یعنی بخواد مخالف امنیت ملی، یه برای موساد کار میکنن، یکی ده نماینده CIA هستن، اینا به گردن اینا اون میاندازن که چیکار کنن که گناه خودشون رو به گردن دیگران بیاندازن و همیشه خودشون پاک و منزهن، هیچ گونه اشکالی ندارن. شما اگر به این سخنان عرض میکنم طرفداران محترم استبداد سابق بگین و در این تلویزیون ها 33 سال است در این لس آنجلس تلویزیون ها کوچکترین اشکالی نداشته آقا، همه گناه ها گردن نوکره بود و جاروکشه بود و فلان بود و دربانه بود. اونایی که گناه اصلی رو داشتن هیچ موقع ذکری ازشون نمیاد در روزگار آزادی و به چاه انداختن ملت. خب اسکیپ گوت یادمون نره، اسکیپ گوت یکه. بله این اسکیپ گوت ها رو پیدا میکنن که مردم متحد بکنن در واقع به نوعی. مثلا هیتلر با نفی یهودیان و سوسیالیست ها و نیروی چپ میخواست اون تبار خالصی رو که معمولا فاشیست جستجوگر اون طبقه متوسطه، طبقه متوسط، اینها رو با هم متحد بکنه. همواره هم فاشیست اتحاد میخواد، صحبت اتحاد میکنه، همه با هم، همه با هم. این در واقع همه با هم و ایندوکترینیشن. ایندوکترینیشن یعنی اونقدر تعلیمات فاشیست در اذهان رسوخ پیدا میکنه که کسی حتی تفکر انتقاد درش به وجود نمیاد، مثل تعلیمات عالیه اصلاح. از اون روزی که آمده، به همین وجهی که آمده، با همین خشکمغزی که هست و با همین خشونتی که داره و چیزهای خوبی هم که داره همراهش، هیچ کس جرأت این که کوچکترین نفسی بکشه نداشته آقا. هر کس هم نفسی خواست بکشه، نفس نکشه، نفسش بریده. ایندوکترینیشن. همین حافظ بیچاره ما یه بیت گفته بود، به راه به یک جایی داشت رفت پیش آخوند، آقا میخوان ما رو بکشنیم. گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، واو اگر از پس امروز بود فردای. یعنی نیست، تردید دارم اگر فردایی باشه و از ما خرابه، یعنی شک کرده در یکی از اصول مذهب عالیه اصلاح، معاد روز قیامت. رفت پیش آخوندی گو آقا کار تمامه، با این حرفی که تو زدی تکفیر میشی و سنگسار میشی، کاریت میکنه. بعد آمد گفت چیکار بکنم؟ گفت فقط یه راه هست، نقل کفر، کفر نیست. شما نقل قلقه بکنی بگی فلان کس کو، اشکالی نداره. این حدیث هم چه خوش آمد که سحرگه میگو با دست من یک ترسایی شعر شدم رفت. در مسلمانی از، یعنی من نگفتم اون میگفت، این ایندوکترینیشن یعنی اینکه انقدر این تعلیمات رو چیز بکنن، تحمیل بکنن و مرتب راجبش صحبت بکنن که هیچ کس جرأت این که ایرادی بگیری نداره. شما علی خامنه‌ای رو ببینید، میاد در یه جمعی زنای بیچاره رو کردن تو گونی، 2000 نفر، 3000 نفر، 10000 نفری توی این گونی سیاه، یه دم ریش اینجوری نشستن، هیچ، اینه که آدمک نشوندن اونجا. این میاد هرچی دلش میخواد میگه، بعدم میده. کسی جرأت این که بشه بگه آقا این دزدی ها در این مملکت، این جنایات در این مملکت رو چگونه جواب میدی؟ فاشیست به جواب نمیده که. حکم کردن که کسانی که در فتنه بودن به دانشگاه راه پیدا نکن. همش هم گناه برگردن ما مردمه، یعنی گردن خود ماست، تقصیر خود ماست. تا این وجدان ملی بیدار نشود و مردم به هم کمک نکنن، این شرده بزرگ همچنان ادامه خواهد داشت. اینا ویژگیشه. خیلی خوب، بعد میریم
بعد اینجا عرض شود که معمولا تو سر ماینوریتی زدن، یعنی اقلیت ها رو خار کردن و تو سر اینها زدن، هم دیگه یکی از ویژگی هاش هست. شما در سیستم هیتلری دیگه از هر من شمس هست. در همین مملکت خود ما میبینید چه بلایی به روز اقلیت های بهایی رو عرض میکنم دیگران آوردن. یک عده‌ای هم گرفتن، 7-8 نفر آدم محترم مملکت ما رو گرفتن، به زندان انداختن بدون کوچکترین بتوانند کوچکترین گناهی به این باهایا در واقع بتوانند ثابت کنن. اینا ویژگی های فاشیسم، تحمل دیگری رو نداره. خب برتری ارتش، ارتش برتری یعنی کلاس ارتش از همه چیز برتر، حقوق اول مال ارتشی، بودجه مال ارتش و گذشته از ارتش پارامیلیتری. اینا همیشه سیستم های فاشیستی یه گروهی دارن که جز ارتش رسمی نیستن، مثل چاقوکشان بسیج خودمان، مثل چاقوکشان پاسدار خودمان. حالا حتما به اینا بچه های وطن دوست و درست حسابی هم ممکنه حتما هست، این نیست که حالا همه اینجوری باشن، اما شغلشون اینه. بایستی بدانن شغلشان چیست. این کافی نیست که شما آدم خوبی باشی، بایستی در چه موضعی نشستی. اون 3000 نفری هم که اومدن حسین شما رو کشتن، همشون که شمشیر نزدن که، آقا گزارششون 4-5 نفر اینا بوده این کارو کردن، عملا میزدن و میبریدن و سر میبریدن. بقیه‌شون آمده بودن اما در همون موضع شمر یزید بودن. خب نوکران ابن زیاد، پارامیلیتری دارن. پارامیلیتری یعنی یه ارتش دارن رسمی که با یونیفرم از تشکیلات اینا، یک تعدادی هم ممکنه که پارامیلیتری برای نگهداشت خودشون و سرکوب مردم، که ارتش رو بدنام نکنن، که بگن نیروی دفاعی مملکته، اما اونها اشکالی نداره، چاقوکشای رژیم هست. اینا ویژگی هاشه. این آقا خیلی زحمت کشیده، آقای دکتر لارنس بریت. خب میگوید که بیشترین بودجه ها رو به ارتش میدن، به ارتش میدن. در زمان رضا شاه هم یه چیز بوده 7% بودجه برای ایژوکیشن بوده، این همه ما به تبلیم کوبیم و اینا، 7% بیشتر بودجه رو میگفتن برای ارتش. در زبان مرحوم پسرشون هم همینجور بوده، در سال 1174 یا 75 بودجه ارتش ایران خرید میلیتری اکویپمنت و فلان $11 بیلیون بوده، کل بودجه وزارت دفاع انگلیس $10 بیلیون بوده. حالا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. خب میگوید که در رژیم های فاشیستی، این در واقع ویژگی پنجم هست، معمولا مرد هستن همه، زن رو راه نمیدن، به زنها میدون نمیدن. میل اورینتد یعنی چی؟ یعنی اینا همشون عرض کردم که مردها رو جمع میکنن. و ویژه دیگرش این است که همه سیستم های فاشیستی که بر دولت هستن همه همو میشناسن، قوم خویشن، این پسر عموه، اون دختر خاله، این داماد اونه، اینا هم میشناسن. وقتی میخوان تغییر ایجاد کنن جای اینا رو عوض میکنن، نه که اینا رو از کار برکنار کنن. شما نگاه کنید ملت بیچاره ایران 33 سال میره پای صندوق رای میده، شما نگاه کنید همو دزدای قدیم همه هستن، یکیشون باز کار با کنار نشده. چون این خاصیت فاشیسمه که دوستان و رفقا، قوم خویشا کنترل بکنن، دزدی‌ها رو با هم تقسیم میکنن، هوای همو دارن، سعی میکنن به همدیگه خیانت نکنن و هی جای همدیگه رو عوض میکنن، ولی همیشه بر قدرتن. یعنی قدرت در دست همون معدود قوم خویشا و رفقاست. این خیلی امر مهمی است، فراموش نکنید. شما نگاه کنید یکی از اینا نیست که با یکی دیگه قمقش نباشه. دختر این، زن اون، عمه اون، عروس اینه، پسر این، نمیدونم زن اون یکیه، همشون به هم مرتبطن. این رژیم آخوندی منحط جنایتکار. خیلی خوب، حالا اینجا میگوید که طلاق و عرض میکنم که سقط جنین و اینا هم اینا نمیذارن این کار بشه، که حالا این موجی همه نیست. و از ویژگی های مهم دیگرش این است که عرض میکنم جرائد رو اینا کنترل میکنن، رادیو، تلویزیون،
و اون چه در واقع بهش بیان گفته میشه اینها کنترل میکنن مستقیما، سانسور میکنن و کنترل میکنن که مبادا حرفی بیاد که عرض کنم که راه به جایی ببره و این سیستم فاشیستی رو معرفی بکنه، چون کارش از بامتاشان جنایت و سیاهکاری. تمام روزنامه ها رو میخونن و اینها مستقیم و غیر مستقیم. امروز علی خامنه ای سر اون ماجرای شما به یاد دارید اون 3 میلیارد دلار پول مردم رو دزدیدن، روزنامه ها شروع کردن یه نقنقی کردن، یهو تشریف آوردن آقا بس کنید چه خبر از این حرفا، زیپ معلوم نشد چی شد. مرتب مردم امروز 25 نفر رو گرفتیم، امروز 18 نفر رو محکوم کردیم. کی هستن اینا آقا؟ معرفی بفرمایید ببینیم کیان آقا اینا، این دزدان 3 میلیارد دلار. بزرگترین دزد تاریخ آمریکا جان دیلینجر بوده، هفته دارم نشه بانکار سر. فکر نمی کنم جان دیلینجر بتونست 2 میلیون دلار بدزده. پابلیک انمی نمبر 1 بهش میگفتن. 3 میلیارد دلار پول مردم بدزده، هیچ معلوم نشد کی دزدی. مرتب اون آخونده با این نعلی که بر پیشانیش هست میاد اعلام میکنه، اون رفیق اطلاع رئیس اطلاع، که ما گرفتیم داریم محاکمه میکنیم. خوش باشید مردم، عدالت، عدالت اسلامی است. خب پس اینا چیکار میکنن؟ کنترل مدیا میکنن. اینا رو من به صورت یک مقاله خواهم نوشت و ویژگی های دیگرش، چون این مقاله مختصر هست و حتما در فیسبوک بهراممشیری.com خواهم گذاشت تا هموطنان بتوانم بخوانم. خب بعد یکی از موضوعاتی که خیلی خیلی اینا چی داشتن، امنیت ملیه، the obsession with national security، که خدمتون گفتم اینا عرض کردم خدمتون که بله، که این یک ابزاری به دست دولت میشه برای سرکوب مردم بیچاره. خب یک چیز دیگری که هست اینجا که چنندان که شاهی و پیغمبری، فردوسی فرمود، فردوسی کبیر، دو گوهر بود در یک انگشتری. میگوید که رژیم‌های فاشیستی با دینکارا، دینمدارا با هم کار میکنن، پشت و پشت همن. حالا چه رسد که دینکارا و دینمدارا خودشون حکومت رو به دست بگیرن؟ به 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 به، چه میشه و چه شده؟ چنندان که شاهی و پیغمبری دو گوهر بود در یک انگشتری. بله خب میگوید که بیزنس های بزرگ در زمان هیتلر هم اگه توجه داشته، بانکدار های بزرگ که عرض کنم کورپوریشن خیلی بزرگ مثل کروپ، اینا پشتیبانی میکرد، چون اینا روز به روز وضعیتشون بهتر میشه. بنابراین تراست های بزرگ، بیزنس های بزرگ، اینا معمولا پشتیبانی این الیت رو میکنن، پشتیبانی الیت میکنن، چون فایده ها در این کار میبرن. بعد میگه که طبقه کارگر رو اینا تو سرش میزنن، بیچارش میکنن، به خاطر اینکه اتحادیه‌های کارگری و اعتصابات کارگری میتواند بزرگترین دشمن رژیم فاشیستی باشه. بنابراین یه کاری میکنن که کارگر نفس نتونه بکشه، تو سر کارگرا میزنن و این از مراتب خیلی 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 مهمه. یکی هم عرض میکنم که دشمن قسم خورده روشنفکری و هنر هست، چون روشن فکری و هنر اینها در تقابل هستن با فاشیسم. حالا در شعر هست، در سیمبولیک آرت شما با یک عرض میکنم که تابلو میتوانید هزار حرف بزنید، هزار درد رو بیان بکنید. این است که اینها با واژه روشن فکر و هنر من بخواهم ببینید چه آدمهایی رو آوردن گذاشتن اونجا رئیس هنر مملکت، اون مرتیکه که میاد پیش خمینی، اسمش خامنه‌ای، شاعری هم میکنه، شعرش هم به درد خودش میخوره، اسمش یادم رفت، یک عرض میکنم که اسمی داره، اونم آقای خامنه‌ای میگه موی به 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 خدا من نفس شما رو بر کند. اینا شنیدی این آقا شده بود رئیس فرهنگ هنر مملکت. در واقع اینا یه مشکنجه‌گر هستن در ایران،
یه روز یکیشون رئیس فرهنگه، یکیشون رئیس اقتصاده، یکیشون رئیس نفته. اینا برگزیدگان اینا هستن. پس با ذات هنر و ذات روشنفکری اینا مخالفن. در کشور ما آقا روشنفکری یک وجه درخشان این جامعه بود تا دوره بعد از مشروطه. رفته رفته یکیشو کشتن، یکیشو تبعید کردن، اون یکی رو خفه کردن، روزنامه ها رو بستن. عرض میکنم که خفقان ایجاد کردن که از روشنفکری اثری نمون. بنابراین یک آدمی مثل علی شریعتی که اساسا یک آدم بسیار ارتجاعی بوده، این آدم، من نمیگم آدم بدی بوده، حتما آدم شریفی بوده در اخلاق رفتار، ولی بی اندازه فکرش ارتجاعی و منفور بوده، این آقا با من روشنفکر جلوه، چون چیز دیگری نبوده. اگر در یک محیط آزاد فرض کنیم که بیان آزاد، انتخابات هست، مردم از کنند که حق دخالت در امور سیاسی و مباحث سیاسی داشته باشند، این شعر زمستان مرحوم مشاور بزرگ خودمان اخوان اینقدر گل نمی کنه. شما نمیدونید چه میکردن با این زمستان، در حالی که موضوع زمستان اساسا چیز دیگری بوده، یه نیازی داشته اون مرحوم، برآورده کرده کسی، اون مسیحایی که در جنوب شهر بود. وقتی در روشنفکری بسته میشه، در بحث و انتقاد بسته میشود، وقتی که نمیدونم قلم ها رو میشکن و زبان ها رو میبرن، یه چیز الکنی هم که پیدا میشه اونقدر جلوه میکنه که پنداری خورشیدی است. خب در تاریکی ولی دیگه زار و زار گریه میکردن پریا. حالا این چیز خیلی مهمیه، کجاش مهمه؟ اما به واسطه خفقانی که بود برای این چه جشن میگرفتن 10 سال میگه آی آدم ها که در ساحل نشست و شاد و خن، یک نفر اینجا دارد میکنه از جان. این خیلی چیز هم مهمیه، مهم شده بود واسطه نبود فضای آزادی چیز درست حسابی، اینا بهانه بود. 15 سال سرودن آی آدم های نیما، 23 سالش نمیدونم 50 سالش جشن میگرفتن شب شعر و اینا، از این حرفا. اینا روشنفکری بود واقعا، اینا صاحب ارزش بود واقعا. نه، عکس العمل اختناق بود اینها. تفسیرهایی هم که میکردن دوست داشتن هر چیزی که راه به جا میبرد علیه سیستم حاکم به کار بگیرن. خیلی خوب، پس یکیش هم هنره. وارتون جان چه میزان وقت داریم؟ خب میگوید که فساد یکی از 4 دقیقه، فساد یکی از پایه های رژیم فاشیستی است. فساد به جهت اینکه عرض کنم که خواست آدم ها در راستای اندیشه شون یا نیاز هاشون مطابق با نمیدونم سوابق فکریشون و عرض کنم ارتباطاتشون اندازه نهایتی نداره، حدی نداره. حد رو قانون بایستی معلوم کنه، حد عمل کرده یک تن رو قانون بایستی عمل کنه. امروز رئیس جمهور اسرائیل در زندانه که نمیدونم به یک خانمی چه کرده، فلان سوء استفاده از قدرت کرده، هر چی گفتن آقا اینجا تو در این مملکت حد قانونه، انداختنش به زندان. هر چی ناله و فریاد کرد کسی گوش نکرد. بنابراین در یک رژیم فاشیستی رهبر مرکز، نه تنها رهبر دست نیافتنی است، فکر میکنن نوکران رهبر هم حکاج میخواستن میکنن، مثل همین آقای عرض میکنم که محترم آقای ثابتی که گاردش زده یک نفر در روز روشن کشته، هیچ حدی نداره آقا، میکنه 5 نفر بکشه نوکر ایشون، خود ایشون که میتونه 100 نفر بکشه. هیچی نبود که آقا کی بیاد بگه حرف بزنه. چی شد قاتل اون مرد بیچاره در اون فروشگاه شار جردن؟ کجا رفت خونش؟ هیچ. با رژیم فاشیستی شما نمیتوانید قانون رو معیار قرار بدید. آقا محاکمه، چه محاکمه؟ حالا در همون مشروطه پوسیده احمدشاه میرفت شکایت میکرد دادگاه نمیدن برای طلب 400 تومانی یا روزنامه بهش بد و بیرا میگفتن، میگفت دارن به من بد و بیرا میگن، میگفتن روزنامه ها. ای به مهم این فاشیستایی که در مملکت ما بودن، اینا به عوض آزاد کردن ایران میگفتن میخوام آبادش کنیم. آقا آباد رو مردم میکنن، پدر جان نمیخواد شما آباد بکنی. مملکت برای آزادی جان کنده بود، نه برای آبادی. آبادی رو خودش میکرد.
شما نمیتوانی مردم رو اعدام بکنی و بکشی و روزنامه ها رو ببندی و خفقان ایجاد کنی و زندان ها هر روز بسازی و دارم آباد میکنم، میخوام نکنی آباد. آقا آباد رو مردم میکنن. اون که مهمه قانون هست و آزادی هست و تساوی حقوق هست. ما رو گیج کردن به یه پلی و یه ساختمون دراز. و معمولا این فاشیست ها هم چیزای خیلی گنده گنده میسازن، حتی از توپخانه هاشون میشون ببینید. تانکایی که آلمان ها میساخت نگاه کنید، به ازای هر تانکش آمریکایی ها 50 تا تانک درست میکردن، سبک و کوچیک و کم خط. این پیچیدگی و عظمت این تانک ها برای این بود که فاشیست همواره با یک نوع غرور توام هست، میخواد خودش رو عرض کنم که عظیمتر از بقیه نشون بده. اینا هم همین کارا رو میکنن. این برج میلادشون رو نگاه کنید. شما ببین آقا حلبی آباد به مردم برسیم، به مردم گرسنه بلوچستان و مردم گرفتار کردستان و اینا مانیومنت میسازن. توپ ساخته بودن عرض میکنم که یه چیزی حدود 4 تن فقط گلنگدن این توپ بوده، 1000 کیلوگرم فقط باروت یه گلولش میگرفته. شما حسابشو بکنید. گوستاف، به نام گوستاف بهتون خونشون خواهم داد، کاری که جرمنا میکردن. وقت ما در اینجا هموطنان به پایان رسید. از شما خیلی خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید. همزبانان گرامی، هموطنان گرامی، در هر جا که هستید یک باری تکرار میکنم که روز 29 در اولمپیک کالکشن خدمت شما هموطنان شاهنامه رو باز میکنیم و عرض میکنم مسائل راجع مسائل هنری شاهنامه صحبت میکنیم. تا برنامه درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.